به خبرهای اقتصادی این ساعت خوش آمدید. صدها خانواده بیجا شده در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس از کمک های مؤسسه UNHCR که شامل لوازم آشپزخانه و کمپل می باشد مستفید شدند. رئیس دفتر والی بادغیس با تایید این خبر می گوید که همچنان برای این خانواده ها حدود 6000 افغانی پول نقد نیز توزیع شده است. به گفته ای و این خانواده ها به دلیل ناامنی و همچنان فقر اقتصادی به اینجا آمدند. فتانه افندی گزارش می دهد. موجی از خانواده های بیجا شده که 2 ماه پیش از منطقه پده دایزنگی و همچنان دره تاشپولاق و ولسوالی آبکمری بادغیس سرازیر شدند، حالا برای 144 خانواده روز گذشته به ارزش 200 هزار افغانی کمک های غیر خوراکی توزیع شده است. بیشتر این خانواده ها بر اثر جنگ، ناامنی و نزاهای قومی خانه و کاشانهشان را ترک کردند و شماری هم بر اثر خشکسالی ها و فقر اقتصادی از مناطقشان کوچیدند. گفته می شود این افراد وضعیت مناسب ندارند و فقر و تنگدستی سخت آنها را رنج می دهد. در همین حال شرف‌الدین مجیدی رئیس دفتر والی بادغیس خبر از این می‌دهد که ریاست مهاجرین و عودت کنندگان بادغیس با همکاری دفتر UNHCR این کمک ها را که شامل کمپل و لوازم آشپزخانه می شود در اختیار این خانواده ها قرار داده اند. هر کیت و بشمون و کمپل حدود 6000 افغانی میشه که جمعا به ارزش 900 هزار افغانی کمک های برای 144 فامیل از طرف مؤسسه UNHCR یا توزیع شده از طرف ریاست مهاجرین. آقای مجیدی همچنان می افزاید که این خانواده ها به دلیل حمله طالبان مسلح که به روستای گنده و چلانگ صورت گرفته بود به ولسوالی آبکمری بادغیس کوچیده اند. وی تاکید کرد که این افراد وضعیت مناسبی ندارند. در حال حاضر خانواده های زیادی در ولایات زون غرب کشور به دلیل گوناگونی بیجا شده اند و در حال حاضر مکان بوده باشه مشخصی ندارند. گفته می شود نداشتن مواد خوراکه و مواد سوختی از مشکلات اساسی فامیل های بیجا شده در این ولایات می باشد. گفته می شود بیشتر این خانواده ها در اواخر سال گذشته بیجا شدند. با این حال معلوم نیست که حکومت وحدت ملی چی برنامه ای برای بازگشتاندن این بیجا شدگان به مناطق اصلیشان دارد.